صدا اوکیه؟ صدا ادام چک کردی؟ صدای من چه کردی؟ حالا به نظر میاد که اونوری اگه بهش نگاه بکنیم خیلی نامحتمله که دیگه بارونی در کار نباشه. در واقع آزمایشات نشون میداد که اگه افراد فکر میکردن که دارن داروی واقعی مصرف میکنن، بعدن گزارش میدادن که خالشون بهبود پیدا کرده. حالا این تجویزها بعضیشون توی همین بحث پزشکیه که میگی که خب اصلا مثلا تخلفه، این که آدم ها تو شرایط استیصال دیگه نمیتونن منتقدانه فکر کنن، دیگه نمیتونن منطقی فکر کنن. خیلی خیلی وقتا تصمیمات کوچیکی که داریم روزمره میگیریم اصلا اطمینانی ازش نداریم، فقط داریم بر پایه حدسیات و محتمل بودنشون در واقع اونا رو پیش میبریم و انتخاب میکنیم. مهمتر از اون میتونیم بپذیریم اصلا اینو، یا اینکه نه سعی میکنیم با چنگ و دندون هر جوری که بود اون باوره رو حفظش بکنیم. من نمیدونستم جورج واشنگتن اینجوری مرده. مثلا استیو جابز اینجوری کرد برای جذب سرمایه، پس هر استارتاپی میخواهد جذب سرمایه کند از همین روش. یه مرزی داره اینکه ما بتونیم بگیم که خب چقدر باید شواهد ما زیاد بشه یا قوی باشه که ما بتونیم بگیم حالا اون باوره داره میره به سمت باور معقول بودن. ممنونم که ما رو دنبال میکنی. خدا بس. یوه.